سلام بچه ها، خیلی خوش اومدی به مدرس فرزاد هستم به همراه اونیتا. بریم سراغ ترک جاده خاکی از اپیکور و سارا بنجامین. کی اومده ها؟ خب میریم یه ترک خفن دیگه پیدا کردیم، شما پیشنهاد داده بودین از عمو سهراب و اپیکور. آره به نام جاده خاکی بریم ببینیم که چی. آره جدید نیستش، فکر کنم مال 7-8 ماه پیش بیشتر شاید، ولی جدید نی، خیلی هم قدیمی نیست. ما فکر کنم تا حالا تو کانالمون از اپیکور ریاکت نرفتیم، یعنی فقط غیر از اون بیفی که با وانتونز داشت با کوروش. آره میگم کام ازشون ریاکت نرفتیم نه. آره یه دونه هست به نام فاطمه کلی هم چیزی که بچه‌مونم زیاد درخواست دادن، حالا به زودی سعی می‌کنیم که چون درخواست بالا بوده حتما ریاکسش رو میسازیم دیگه. بریم ببینیم این ترک چیه از صفحه رادیو جوان در یوتیوب گوش میکنیم. آره دیگه این می بوده چند ماهی میشه. برو بریم. داریم میریم بگو ولی کجا، من که حال میکنم سوار شم از این موجا، تا بریاری روز این هست به خودت، یه سری بچه چی گول برات میشن سری شجا. داریم میریم ولی کدوم از ها، مسیری که تای سرت بشه بوتون اوار بابا، همه میرید ولی من نمیام، تو که خفنی منو ببر تو بچگی هم. دنیای بیغرور رو دنیای ما میساری، جلوت پره هست با بازی به جا جا سیگاری، نمیری تو گوشی میزنی بیرون تا بیکاری، گلون بغض خوش که هایدی شایی داری. دلم تنگ شده واسه رو تو رفیق خوب، نه اینی که تا بیشه ته میخواد به تیغ زود، اینا که غرق شدن تو مواد و پول و قمار، به زودی همو میکنن اینه کبریت دود. اینجا فقط بگو آجی چه تنخیطه، ما از عقل میگیم گوشه اینا فلکیپه، با تن آدم ها رو نمیشه دید که از تیپه، بذار لات باشیم این جیگولا بگن چیپه. چقدر گهی میخونه بعد. آه. چقدر بیت خوبی داره. آه. آه. بیتش خیلی حال کردم. عطف کنم بچه های خود اپیکور این کارن شدید، بیت باز و بیت ساز و ملن آهنگ ساز و دوست داشتم اینتروی کاری خود صدا از بیت پایین تر و زیر و صدا، بعدش یهو که وارد ورس اول شد استایل با حالی بود، خیلی با حال دوست داشتم. آره. این خیلی با حال بود و صداشو این لهجه اپیکور مثل چیزه، یکم یاد حسین میفتم یه جایی فلوهش نه دقا نکم، یا من اینجوری اسم کنم. هر فرق باشیم بگن کدن و کور، بذار خودشون بارشن واسه قدرت و پول، حاجی ما سوار نمیشیم بذار بره کشتی، ما میمونیم تو همین مرام و دل مشتی. باید من باشم اینو یادم داد یه زن، کی گفت سون دیدی ساکنمون داد بزن، مشتی باشی نمیمیری. میگه که باید مرد باشم اینو یادم داد یه زن. آره. چه قشنگ گفت اینجا رو، آفرین. آره آره خیلی باحاله، یعنی مردونه گر یه زن یاد گرفتن. بابا پرچمت بالاست، عشقی واقعا. دیگه توضیح پس نمیدم، خلاص. آره توضیحش اینجا نشسته بابا. اینو یادم داد یه زن، کی گفت سون دیدی ساکنمون داد بزن، مشتی باشی نمیمیری مثل داشم و سک، میدونم بمیرم میمونه تش باز قصم، فیه این باش که ببینی داری کجا هستی، تو دل کی زنده ای موندی جدا بری، میریم تا تشون بارا پیش خدا بری، همه دوره هم با همی کلا نمدی. اوه اولش که اشاره کرد میگه که باید مشتی، من یادم رفت یستو من داری همون مشتی باشی زنده میمونی مثل داش حسین یه همسایید، اشاره کرد به حسین اشاره به اون که فوت کرده. به چه قشنگ اینو گفته، یه هرچی بدی هم کنی میری پیش خدا یا بغلت میکنه سود باشه، بدی ببینی نه بدی ببینی باشه. ببینی داری کجا هستی، تو دل کی زنده ای موندی جدا بری، میریم تا تشون بارا پیش خدا بری، همه دوره هم با همی کلا نمدی. همه کلا نمدیه، کلا نمدیه چیز رو میگه دیگه، همون فیرستایلی که رفتیم بیفی که با کوروش رو انتان زده که اون بهش تیکه میداد ببوره بابا کلا نمدی. اینجا من پیش خدا بدی، همه دوره هم با همی کلا نمدی. اگه دلم نمیره چون از این غافل پرته، اگه سرم نمیرسه آخه اونتن قطعه، اینا سر خوش کجا میرن دیرین لای لای، ما از اینجا بهشون میگیم بای بای، دیرین لای لای دیرین لای لای،
دیوونه دیوونه ما دیرین گنگا دیرین گنگا دیرین گنگا اشتباه زیاد داشتم باشه شرمندم، ولی همه فهمیدم با خودم چند چندم، حداقل سنگین شده این پروندم، دنیا رو گشتم و رسیدم امام لندن. ما که موندیم همینجا با هرچی خوبی و بدی، تیم لوتی و قوی پا به پا سوتی و ندی، نه معلوم نی دیگه با کلاس کیه، وقتی روی اصلی سریلا پلاستیکه یه مشنه بود که به اصلی انداخت، روی اصلی یه سری پلاستیکه، پلاستیک یعنی رسمن زن؟ چی زنده به شایه انداخ؟ این رسمن؟ نمیدونم این شایه دیگه عموه دیگه لاسشون چی؟ حرفش مگه؟ حرفه معلوم نی دیگه با کلاس کیه، وقتی روی اصلی سریلا پلاستیکه یه مشن و گتو من و تو سود. میتونه بگی مثلا پلاستیکی؟ نمیدونم روی اصلی یه سری پلاستیکه، لای اصلی یه سری پلاستیکه، منظورش میتونه این باشه که فیک رو جای اصلی میدن، ولی میتونم تیکه باشه. پلاستیکیه وقتی روی اصلی سریلا پلاستیکه یه مشنه با تو من و تو سودی نشنالم اشکو میخورن اینا روزی حدودی هشت بار همه جمع شدن دوره هم یه جان تیکا همون بیچ کیز بیخایه تا صدا امریکا بیچ کیزه اوه همه رو زن بیچ کیزه ببین اول من تو رو گفت تلویزیون من تو اون سودی که میشه ایرانی اینترنشنال بعد اومد گفت بیچ کیز کیه؟ بیچ کیز؟ بیچ کیز گفت یعنی بچه مایه یه بیچ کیز بیخایه، بیچ کیز بیخایه یعنی بچه مایه داره بیخایه دیگه. آره نمیم کیو دارم گفت شدن دوره هم یه جان تیکا همون بیچ کیز بیخایه تا صدا امریکا هکی دلش بیچ کیز بیخایه تا صدا امریکا. حالا کی این وسطه که ادای خواهی دادم یه باید نداره که بیچیه واسه خودش نمیدونم من چی گفتم حرف هم تو رو برادی هم سری آخه آه این یه دوره یعنی هنوز هم درگیره با من و تو یارو سالیتال که چیه خیلی معرفه ولی اون که داخل کلا سارا خوشش نمیاد این بله. شرکای اونوری مخصوصا از من و تو که خیلی بهش میاد از سالیتال کمش میاد یعنی آره اون که خود زنه نه بلی... این یکی دیگر داره میگه که وقتی اسم شبکه ها داره میگه به احتمال این طرف هم خودش یه برنامه یا یه شبکه ای داره که داره میگه ادا یعنی ادا در میاره ولی اونم خواهی نده درسته بی حرفشو بزنه همینجا سینجا میمونه خب نه که زر و زور بزنه بیرون گل اصلا گیریم که ایرون دیگه ویرونه شد ولی شب بالاخره میره و میمونه صبح چون مثل روز روشنه اینجا دوست دشمنه لای بوس خوردنت با یه جوز کشتنت اینا نگرفتم من یه قرونه کسی ولی بازم دارم به همه تو ترون دسترسی رفیقا همه پرم همیشه کف شرم ساخارا کل خرم می جنگن نه که درم موندن همه درستا پیشم این جاده خاکی هم یه رو بزرگ را میشه اگه لفظ بازی بالی جاده خاکی هم یه روزی بزرگ را میشه ولی همه اونایی که زد من موافق بودم اون تلویزیونایی که میگه ولی آیه برم حالا میگن مثلا الان میگن حکومتی این داره راجب ایران میگه دیگه راجب ایران هم بالاخره یه دوست میشه راجب مثلا حتما رژیم که راجب خود ایران هم میتونه بگه میگه با اینجا هم بالاخره درست میشه دیگه آخه ببینی من کاری حال داخل ایران هستم من کاری نه ولی اونم که بیرونه همیشه درست نمیگن که 90% چرت و پرت میگن یعنی همینا گفتش که یارو اگه تو میخواستی واسه ایران کار کنی میموندی تو ایران کار میکردی دیگه از این حالا موندن داخل ایران بیرون رفتن من اصلا کاری ندارم مثلا یکی دوست ند... مثلا ما خودمون دوست نداشتیم تو ایران تو شهر نه این خب میگه اون تو رفتی ولی... بر از اونجا چیزی میلنگش کن نسخه نوشتن آه. بیرون گود اینش نیست کورسی با من اگه اینا دور حقیقت و حسار میزنن اگه اهالی کوچه از اینا حساب میبرن اگه دیگه همه همو با یه نقاب میدرن من هنوز تو همون کوچه ها رکاب میزنم رو دو چرخی که خریدم با پول تو جیبیم ما همه بچه با مرامیم شب و روز جوریدیم زیاد این توپا جر دادیم توشو دیدیم بچه بی شرف گرفتیم قاطی کن کوبیدیم الان که هرچی کوبی تو دیدی کسافت داشه باید مرسی شماله خیلی باید
که بیشتر از گرفتیم قاطی کن کوبیدیم الان که هرچی خوبی تو دیدی کسافت باشه باید دلیل هر پیشرفتی حسادت باشه لاشی بازی وسط نیاد انگار یه چیزی نیست دوست داری چند سالی بخوابی یا بشی فریز بیا برگردیم نگو جونی نداره پاها هنو تو کوچه میپیچه بوی غذای ماما حاجی بیا اینا همه زدن جاده خاکی تو میخوای بین اینا بر بخوری ساده با کی لای این آوارایی که شده هوارمون تو خودت باش و این کفتارا سوابمون هنو خونه بابا تو رگه پس هست سایه بود بیا دوباره قرض کنیم از همسایه نون بریزیم. آقا خیلی قشنگه، یاد بچگی هم افتادم و آره واقعا من بدم نمیاد فریزم کنه یه چند سال بعد دوباره برگردم به این دنیا. نه فایده نداره دنیا هرچی میره جلتا قشنگتر نمیشه. آره بریم بریم قدیم آره قدیم بود من خونه بابا تو رگه پس هست سایه بود بیا دوباره قرض کنیم از همسایه نون بریزیم مشکلا رو حل کنیم کارتلی چشا خون نباشه مثل موی آنشلی به پری پس هم سخیره بازی باستلی مثل همون قدیم لباسامون بازگلی چقدر دلی بود ورسش. نمیدونم توپ پدستی دیاده آه همه که خطره شدن تکرار میکنم. بله دیدی جاده خاکی رو بزرگ همه شد تو ورسشون یه تیکه باحالش رو تکرار کنم. عجب آیدی های باحالی، چه ایده باحالی آخرش بود. آترو رو داشت جمع میکرد اومد مثلا اون هایلایت های ورس هرکی رو تکرار کرد. خیلی جا آقا ترک خیلی دلی بود دیگه. من اون ورس آخریه که خیلی به دلم نشست، منو برد به روزای قدیم و بچگی. آره کلا ترک باحالی بود، بیتشو خیلی دوست داشتم. شنیدم که بچه های پیکور خیلی این کار آره واقعا بیتش خیلی به دلم نشست، حال کردم در کل با بیت. اینم برای اون دسته بچه هایی که خیلی اصرار میکنن از زد بازی چرا کم برید، دو روزه داریم براتون از بچه های زد بازی میذاریم. باید دونشون بریم اپیکور آره. نرفتیم آره. اپیکور هم که تا حالا نرفتیم رفتیم و بازم درخواستان داریم، چون چند وقت واقعا درگیری یه سری ترک ها بودیم نرسیده بودیم، ولی چند روزه سعی میکنیم چون بعضی ترک ها خیلی درخواستش بالاست، مثلا یه ماهی درخواست داره میگیریم ما، بعضی حتی دو ماه دیگه یه جورای شرمنده شدیم آره که داریم کم کم به همه رسیدگی میکنیم. مخصوصا که بعضی بچه ها اومدن گفتن با خدایی مثلا ما شاید بعضی ها انگوشی اومدین اصلا گوشم نمیم به عشق شما میشین میبینیم، بعد شما به عشق ما این همین آره مثلا یه ماه گفتیم چرا ما چون واقعا احترام قائلیم برای کسایی که میشینن پای برنامه و حتما این کارو ادامه میدیم و اونایی که دوست داریم میبینیم. بچه دمتون گرم تا انتهای ویدیو همراه بودی. اگه تازه با ماشنا شدید یه مورد سابدن این توی سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، هشتگ مدبس من رو نویتنید در کلی فضای مجازی و آدرس سوشیال میدیا اونم این زیره اینستاگرام فیسبوک و توییتر یه سری بزنید، خوشحال میشیم اگه حال کردیم اونجا من رو نویتر رو سپورت کنید فالو کنید. امیدوارم از هر جای دنیا این ویدیو رو میبینید پر از آرامش انرژی مثبت براتون باشه، کلی آدم مشی درستون رو پر کرده باشه. شب روزی لاکچری داشته باشین. خدافظ.